میکنین. با درود به همه ایرانی ها که در هر جای دنیا زندگی میکنین، دلتون شاد باشه. به امشب شب جمعه است، میدونم که فردا تعطیلین، همه نشستین، از فیسبوک میتونین ما رو ببینین، راحت میتونین از فیسبوک ما رو ببینین. فکر کنم دیگه تو ایران میتونین فیسبوک ما رو نگاه بکنین، یا برین توی سایت خودمون امید جاویدان تیوی ما رو نگاه بکنین. امیدوارم که هر جای دنیا هستین حالتون خوب باشه، سرحال باشین، سربلند باشین. شمالیای عزیز، شما امیدوارم که خوب و خوشحال باشین، در این دریای خزر میرین شنا میکنین، ما رو یاد بیارین. ما دیگه هرچند به این دریا ما نزدیکیم، ولی خب اون دریا با این دریا زمین تا آسمون فرق داره. اینجا کوسه داره، اونجا کوسه حداقل نداره، آدم راحت میره تو دریا شنا میکنه. ولی اینجا دریا اقیانوس دیگه، میری تو دریا میبینی که کوسه شاید باشه. بخاطر همون من 21 سال اومدم امریکا، هیچ وقت نرفتم آب نزدم از ترس کوسه. به هر حال اینم زندگی ماست. برنامه رو آغاز میکنیم با کارگردانی آقای یاسر عزیزم، واقعا زحمت بسیار میکشه برای ما، بسیار مرد شریفیه و زحمت کش حقیقتا، دستش در نکنه، خدا بهش قوت بده. بیزا برنامه رو با دعای آغاز بکنیم تا خداوند ما رو هدایت بکنه نسبت به کلامش. خداوند از شکرگزار و سپاسگزارم برای این وقتی که به من دادی قدوس، از تو می طلبم در نام پرجلال عیسی مسیح، روی پاک مسیح خداوندم. برنامه من تحت حمایت و هدایت خودت قرار بده ای خداوند. هر چیزی از زبانم بیرون میاد ای خداوند، نام تو رو جلال بده. تمام افکارم در دستای تو باشه ای خداوند. ای روی پاک مسیح خداوند، از تو می طلبم که کنترل برنامه منو بگیره خداوند در دستای خودت، و قلبا رو آماده بکن تا وقتی کلامتو میشنون ای خداوند عزیزم، تا به تو ایمان بیارن و رای زندگیشون رو بشناسن ای خداوند، به زندگیاشون تبدیل بشه ای خداوند، عوض بشه. شکرت میکنم که خداوند به این خادم کوچیکت فرصت میدی تا کلامتو به گوش مردم برسنم. مرسی، ممنونم خداوند، جلال از آن توست، به نام پرجلال عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان، امیدوارم که نشستین، یه دونم مثل من اینجوری چای آوردین که بخورین یا آب بخورین، بد نیست. بذار شعر ما رو هم بخونیم، بعد بیایم صحبت از کلام خدا بخونیم. و بعض از ایران که خیلی گرفتاری ایران، امیدوارم که هیچ وقت گرفتار نباشین شما، ولی این حکومت داره باید برن دیگه. درها رو باز کردیم که راحت برن، اگه نرن که دیگه باید با یه لگد به دینار بیرون بکنیم. اوکی، شعر منی میخونم در رابطه با عیسی مسیح. میگه ای مسیح من، در شادی و غم تو در کنارم باش، با فیض رحمت آرامشم باش، مثل گذشته همسنگرم باش، با دست رحمت تو یاورم باش، خون گران از زایل نگردد، چون با تو هم من حایل نگردد، ای منجی من، ای یار دیرین، بگذار که با تو پیمان ببندم، تا زنده هستم با تو بمانم، از روح جسمت بیرون نمانم، گویم خداوند ای منجی من، بگذار که با تو تا ابد بمانم، در این جهان پر از آشوب نگذار تو تنها مرا در عالم، گویم خداوند ای منجی من، فقط تو هستی جان و تن من، فخرم تو هستی، شادیم تو هستی، از گناه داد رها تو هستی، آمین به نام عیسی مسیح. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. جلال از آن خداوند ما عیسی خداوند است. خب میخوام امروز از میخواستم از متای 5 براتون بخونم که موعظه سرکو بود، ولی خداوند منو سوق داد به یه
پیدایش و پیدایش سه که سقوط انسان. حقیقتا ما چقدر میبینیم الان سقوط انسان و انسانیت، سقوط انسان در اول پیدایش آدم سقوط میبینیم، تا حالا سقوط انسانیت میبینیم در دنیا. هرچی علم پیشرفت میکنه، هرچی تکنولوژی بالا میره، سقوط انسانیت پایینتر داره میاد. دیگه مردم مثل ماشین شدن، هیچ احساسی ندارن با هم. اینی که تو ماشین دستکار دگمه رو میزنی کار انجام بده، یه کاری برات انجام بده، اگر هم نزنی انجام نمیده. یعنی اون ماشین هیچ احساسی بهت نداره. آدم هم این اون شده، انسان ها درست ماشین شده، ماشینی هیچ احساسی به هم دیگه ندارن. نمی‌بینی 5 نفر دور هم نشستن، همه این تلفن دارن، همه سرشون رو تلفن. بابا سر تو بالا بکن یه ذره، ببین دو کلمه حرف از اومدی اینجا نشستی با هم. اصلا صحبت این چیزا نیست. تکنولوژی ما رو درسته از نظر ماشین آلات، از نظر نمیدونم هر چیزی که پیشرفته باشه، از نظر زندگی آسان کردن خیلی ما رو جلو میندازه، ولی از اون نظر، از نظر عاطفی، از نظر انسانیت همه جوری ما رو میاره پایین. میدونی چرا اینقدر سقوط میکنیم؟ واقعا این تکنولوژی بعضی موقع ما رو پایین میاره. تو ایران جدیدن یعنی همین 40 ساله که این جمهوری اسلامی اومده دیگه، مردم اینجوری شدن. من سابق حقیقتا اینجوری ندیدم که با هم شوخی بکنن، روی این شوخی زندگی همدیگه رو بپاشن. از اول همه تصمیم شوخیه، یا بگه تو این کار اگه بکنی جرأت داری این کار بکن، نمیدونم اگه اون را رو بری جرأت داری اون را رو برو، نه بابا تو اصلا دل شیر نداری، تو دل موش داری، فلان از این حرفا. بعدم وقتی میرن این کار انجام میدن، میبینن بابا زندگی های 5-6 نفر نابود شد. همین شوخی ها. تو ایران اینجوری الان موت شده. یا دختره میخواد مثلا با یه پسر ازدواج بکنه، میاد رفیقشه یه خواسته ازش داره، میگه این خواست اینه برام بکن، من میخوام ازدواج بکنم. خواسته بود، اون میگه من نمیتونم. میگه اگه تو نکنی این کارو، من به شوهرت میگم که تو سابق زن یه نفر دیگرم بودی. تهدید، با تهدید. اونم میگه باشه. اون باشه دو اون میره تا ته زندگی دختره به باد میره، ثروتش به باد میره، حتی همخوابی با کسی دیگه میکنه. یعنی اینقدر سقوط انسانیت تا حدی پایین اومده که حقیقتا مردم خودشون هم نمیدونن چجوری باید زندگی بکنن. فقط در فکر اینن که اون برای اون چاله بکنه، اون برای اون زرنگی بکنه، اون یکی پول اونو بخوره، اون یکی نمیدونن برای اون بگه من بهتر از تو میتونم زندگی بکنم. همین چیزا. واقعا بعضی موقع بخصوص این فیلم های ایرانی، داستان های فیلم های ایرانی را آدم میبینه، یعنی میگه واقعا تو ایران اینجوری شده؟ اینقدر مردم به هم نارو میزنن، اینقدر به هم کلک میزنن، اینقدر زندگی های همدیگه رو میپاشونن به این سادگی؟ همین. واقعا بعضی موقع من اون روز یه فیلم میگه گریم گرفت، خدایش اعصابم خورد شد. میگم یعنی واقعا اینقدر مردم، یعنی انسانیت در ایران اینقدر سقوط کرده؟ ما حالا سقوط انسان رو داریم میخونیم در پیدایش، اول پیدایش زمین و آسمان و آدم، چون روزای آخره. خداوند همیشه میگفت، تعلیمات عیسی مسیح همین بود، میگفت در روزهای آخر زندگی ها سرد میشه، همه با هم نارو میزنن، اصلا هیچ کس دیگه بی احساس میشن. چی خرابی ها، چی زلزله ها، چی طوفان ها، چی جنگ ها بپا میشه، همه اینا داره میشه.
چون همه اینا داره میشه، همیشه رویای من جلو چشممه که عیسی مسیح اومد گفت به همه بگو که من به زودی خواهم آمد. وقتی آدم این چیزها رو میبینه واقعا این رویا همیشه جلو چشممه که عیسی مسیح هر لحظه امکان داره بیاد. آیا ما من و تو آماده هستیم عیسی مسیح بیاد زندگی تموم بشه؟ واقعا آماده این همه؟ هیچ کدوم فکر نکنم، 90% انسان ها فکر نکنم آماده باشن، شاید هم بیشتر. در جمهوری اسلامی میبینی اینقدر زرنگی دارن میکنن، مرد زن خودش میکشه، اگه یه نفر دیگه بود قاید قصاص میشد یا اعدام میشد، میکشتنش. ولی اون مرده اصلا بی فرستادن گفت بفرما برو، یه مثلا میگه بیا این سند خونه منو گذاشتم اینجا گرو، من میرم بیرون. چون آقا از خودشون بود، پولدار بود، ولش کردن رفتن. دیدی که زنش هم کشتن با خیلی با آبرو این آوردن تو ماه رمضان که همه روزه داشتن بهش چای دادم بخوره. فکرهای ما رو خیلی خراب کرد. حقیقتا اینقدر فکرهای ایرانی ها رو خراب کردن که اصلا ایرانی ها رای خودشون رو گم کردن. 20% آدم هایی تو ایران هستن که آدم هایی واقعا دلسوز، آدم هایی خیلی خوب هستن که دلشون برای ایران و برای مردم و برای خاکش میزنه، میسوزه، ولی 80% تبل بیخیالی رو دارن میزنن، بیخیال همه چی شدن. اصلا ایران بره، تیک پاره بشه، دریای خزر رو ببرن، خلیج فارس ببرن، جزیره ها رو بردارن ببرن. اصلا اینگار میگه با ما چیه بابا؟ اینی که میسکی تو اون کشور نیستن، تو اون کشور میسکی، کشور میسکی مال خودشون نیست. آیا بیان خونه ای تو رو تیک پاره بکنن تو میذاری؟ یک میت خونه ای طوری میذاری که یه نفر دیگه بری یا خون به پا میکنی، لشکرکشی میکنی، دعوا میگیری اون موقع. نمیدونم، نمیدونم، ولی اینقدر میدونم که مردم یک روز نباشه که دیر شده باشه، همه ما نابود، ایران نابود شده باشه، تیک پاره شده باشه، بعد همه موقعی باشه که مثل سوریه بشه یا فلان بشه. اگه این رژیم باشه مثل سوریه تیک پاره میشه، باور بکنین. این رژیم بره ایرانتون یه ذره این برونبر نمیره، تکوم نمیخوره. چون اینا برای 4 روز حکومت خودشون حاضرن تمام ایران تیک پاره بکنن، هر چی دارن برای ایران بدن که روی حکومتشون بمونه. الان هم یه لحله میزنن که این نفته که توی دریا هست 2 میلیون میخوام بفروشن، تو فکر میکنی این پول میخوام بیارم مثلا توی دولت بریزم برای مردم کار بکنن؟ نه، مسئله ای که اینه بفروشن پول بیارم بدم به حزب الله لبنان که اونجا به اسرائیل تهدید بکنه، بده به فلسطینیا که اسرائیل تهدید بکنه، بده به چی میگن عراق، شعبی عراق چیه، این به این بدن که اون از اون طرف بتونه اسرائیل تهدید بکنه، یمن بدن که مثلا از اون طرف بتونن نذارن، مثلا میخوان خودشون تو سوریه پول بدن. اینا این نفت میخوان بفروشن، میخوان پولا رو بدن به اونا. تمام فکر ذکرشون اینه که پول اونا رو دارن ندارن بدن، به خاطر همون ناراحتن. تو شما فکر کنی برای ملت ایران ناراحتن یا برای ایران ناراحتن؟ اصلاً اگر یک هزارم هم این فکری میکنین اشتباه است. ما ملت تا دیر نشده باید همه بیایم بیرون، همه یک اعتراض جمعی باید بکنیم بیایم بیرون. باور بکنین اینا، من بهتون قول میدم، بهتون قول میدم اگه میلیونا آدم بیافتیم بیرون، اینا یک نفرشون هم توی ایران نمیمونن، همه شون در میرن. توجه کردین؟
بیزار ما کلام خدا رو شروع بکنیم که بهترین چیز کلام خداونده. بهترین چیزی که خداوند به ما میگه و زندگی های ما رو میتونیم با کلام خداوند، با قولایی که خدا به ما میده میتونیم به پیش ببریم. اگه واقعا به اون خدای حقیقی ایمان داریم، نه بت پرستی، نه مرده پرستی، نه تمساح پرستی، نه نمیدونم مجسمه پرستیش بکنی، نه، خدای حقیقی، آنکی ما را آفریده. زمان تکنولوژی شده، فلان شده، همه میگن که بابا خدا کجا هست آخه؟ این حرفا چی از شما میزنی؟ ژاپن نمی‌بینی تکنولوژیش اونقدر بالا رفته، فلان کشور نمی‌بینی اینقدر پیشرفت کرده. تکنولوژی خوبه، علم خوبه، پیشرفت خوبه، ولی آن کسی که ما رو سپورت باید بکنه، اگه با اون را بریم، همه این تکنولوژی ها روز به روز بالاتر میره و زندگی های ما روز به روز بهتر به جلو میره. باور بکنید، شما به خدای حقیقی ایمان داشته باشین. ببینین اگه در زندگیتون یک پا رای کج گذاشتین، همیشه فکرتون به فکرتون میاد که خدا اینقدر محبته، من قیدبندی ندارم، بس خدا به من گفته بابا سر اینو کلا نذارم، نه نمیذارم، چون خدا گفت از جای دیگه برات میرسونم و میرسونه و میرسونه، حقیقتا میرسونه. فقط بذار تو دست خداوند، ببین چجوری خداوند مشکلات رو حل میکنه. فقط بسپار به دست خدا، موقعیتم زمانم خودت تعیین نکن، زمان بذار برای خداوند، اون خودش میدونه که چی زمانی برای تو چی خوبه. اگه بدم برات پیش بیاد به خیریت تو میاد، کاری میکنه که به خیریت تو بشه، چون با اون خدا رو قبول کردی و با اون خدا را میدی. خیلی آسون هم هست. عیسی مسیح که به خاطر من و تو روی صلیب رفته، اینو کشتم، بعد از 3 روز از مردگان برخاست، الان زنده است. این عیسی مسیح رو صدا باید بزنی که زندگی بین چقدر به جلو میره. خیلی ما غرور داریم، رو غرور ما نمیبینی. شما مردای ایرانی، از جمله خودم هم دارم میگم، مردای ایرانی اینجوری هن. مثلا میخوام محبت به زنشون، به خانوادهشون نشون میدی، اینقدر غرور دارن که یک مرسی نمیگن. دوست دارن زن بچهشون، عاشق زن بچهشونن، ولی به زبان نمیارن. هر چی بخواد جون خودشون میذاره برای زن بچهش، ولی به زبون نمیاره. مردای ایرانی اینجوری هن. ولی مردای زن مردای امریکایی اینجوری نیستن، بیان میکنن هرچی رو، حرف میزنن. ولی ما اینقدر غرور داریم، یا روی این غرور ما حاضر نیستیم یک ذره بیایم پایین، یه ذره تمرین بکنیم، آروم آروم بیایم جلو. نه یه دفعه بگیم عوض بشیم، نمیتونیم، نه، آروم آروم بیایم جلو، خودمون عوض بکنیم. اگه واقعا میخواین زندگی خوبی داشته باشین، بایستی این رژیمی بندازین تا زندگیتون خوب بشه. این یه محکومیته، یا باید با اینا بمونین یا باید اینا رو بندازین. اگه با اینا بمونین، یک دلار از نفت بفروشن، هر کاری بکنن، به سفره شما نمیاد. همه رو الان لحله دارن میزنن نفت بفروشن که پولا رو بدن به حزب الله لبنان، که پولشون دیر شده، که حسن نصرالله اونجا پاشه به اسرائیل تهدید بکنه. اینقدر تو این 40 سال مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا گفتن، حتی اونایی که میان از ایران بیرون تو این کشورهای پیشرفته میان، باز اینقدر 40 سال چون به اینا گفتن، توی این مخشون هست
اسرائیل کیه بابا؟ یهودی ها کی هستن؟ یا میان اینجا بر علیه آمریکا هم صحبت میکنن، ترامپ رو فوش میدن، آمریکا رو فوش میدن. ما ملت، ما مردم اصلا خودمونم نمیدونیم چی میخوایم. توی کشور خودمون هستیم ناراحتیم، میگیم با این آخوندها نمیسازیم، با این آخوندها که تمام زندگی ما رو نابود کردن نمیتونیم بسازیم. باید برم آمریکا، باید برم اروپا. وقتی میایم آمریکا و اروپا میخوایم قانون همون کشور خودمون رو دوباره بیاریم با آمریکا و با اروپا، بعدم به همون جایی که زندگی میکنیم فوش میدیم به اون، با آمریکا و به اروپا و همه فوش میدیم. واقعا نمیدونیم ما ملت ایران چی میخوایم. حتی ملت های مسلمان هایی که از پاکستان، سوریه، نمیدونم از این ور اون ورم میان، هم اینجوری انا میان اینجا تظاهرات میکنن من میخوام تو خیابون نماز بخونم. بابا تو که اگه نماز میخوایی بخونی برو تو کشور خودت نماز آزاده بخون دیگه. چرا میای توی مترو بین و همه آدما یه چیزی پهن میکنی داری نماز میخونی؟ این چی کاریه تو کاری داری میکنی؟ برو یه گوشه وای برای خودت بخون، برو تو خونت بخون. این چی تظاهراتی هست که تو تظاهر میکنی که من دین دارم؟ ببینی من چقدر خداپرستم، روی ماشین تاکسی رو کاپوتش دارم نماز میخونم. ببین چقدر مسلمونم، ببین چقدر من خداپرستم. فقط ظاهری 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 تظاهر کردن یک، به خصوص مسلمونا. بیایم درس ما رو شروع بکنیم. هر چی بگیم کم داریم میگیم، هر چی بگیم همینجوری یقی تا فردا صبح هم بگیم همینجوری به زبان ما میاد. بهترین چیزی که کلام خدا رو بکنیم ببینیم خدا برای ما چی میگه. میگه پیدایش 3، سقوط انسان. سقوط انسان از پیدایش، از آدم حوا تا حالا که سقوط انسان بدتر شده. میگه مار از همه حیوانات که خداوند وجود آورد زیرکتر بود. روزی مار نزد زن آمده به او گفت آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان منع کرده است؟ ببین چی سوال کرد. خدا از دو تا میوه درخت گفت بود نخور، ولی این زیرک اومد گفت که آیا این درسته که خدا گفت همه میوه های درخت ها نخورین؟ با این سوال اومد پیش. اینجوری میان تو زندگی آدم وارد میشن، خیلی با سوالات خوب، با آرامش میان تو زندگی وارد میشن، ضربه رو تا دوست دارن میزنن، اون جایی که دوست دارن میخوان بزنن میزنن. زن در جواب گفت ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم بجز میوه درختی که در وسط باغ است. خدا امر فرموده است که از میوه آن درخت نخوریم. خدا گفت بابا تو این بهشت عدنی که براتون اینجا گذاشتم هر کاری دلتون میخواد بکنین اینجا، فقط این درخت نخورین. یک دونه براشون گذاشته بود بینه آیا این انسانی که من ساختم یک دونه بهش قانون دادم این قانون عمل میکنه یا نه. گفت حتی نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم وگرنه میمیریم. نه جسمی، روحانی میمیریم، روحان میمیریم، از نظر روحانیت سقوط میکنیم. خدا جسمی نگفت میمیری که. مار گفت مطمئن باش نخواهید مرد. شیطان از هر طریقی به ما دونی میپاشه که ما رو فریب بده، هر طریقی فرق نمیکنه، از هر طریق. مار گفت مطمئن باشید نخواهید مرد، بلکه خدا خوب میداند زمانی که از میوه آن درخت بخورین چشمان شما باز میشود و مانند خدا میشوید و میتوانید خوب و بد را تشخیص دهید.
ببینید چقدر شگردش عالی بود. میگه بابا این حرفا چیه؟ خدا به شما گفت اینو نخور، با خاطری که اگه شما اینو بخورین میسه خدا میشین، تمام خوب و بد میشناسین. خدا نمیخواد اینا خوب و بد بشن، میخواستن زندگی راحتی داشته باشن، لخت بودن، اصلا هیچی، اصلا با خدا داشتن زندگی میکردن، قدم میزدن برای خودشون، داشتن زندگی عالی میکردن. ولی چون شیطان پر از غرور بود و از آسمان افتاده بود، به خاطر همون شیطان گفت حالا که من افتادم باید کاری بکنم که انسان که میگه بر من سره، نه من باید سر باشم. حالا تا اینجا داشته باشیم، بریم یک سرودی گوش بدیم، برگردیم به شما. تخت پاک و قدوست،
ایران و آنایی که نشستن چاییشون دارن، دارن چاییشون میخورن و کلام خدا رو دارن گوش میدن. امیدوارم که کلام خداوند واقعا شیرینه. من که هرچی میخونم حقیقتا کلام خدا اینقدر شیرینه و درس میده با آدم تا واقعا زندگی ها درست زندگی های ما که امروز داریم خودمون اینجوری زندگی بکنیم، کلام خدا و این خیال زندگی خودمون و داستان زندگی خودمون رو داره با ما میگه. باور بکنین، خودتون بخونین انجیل رو ببینین کلام خداوند چقدر زنده است، ببینین چقدر به زندگی های شما میخوره، راهنمای زندگیتون میشه. واقعا میبینی واو ما هم اینجوری میریم یا ببین راست میگه خداوند، ببین اینه، نه اینکه اون دین های قضایی که چرتی پر نوشتن هستن، واقعا چرته، چون برای اینکه هیچ راهنمایی برای تو نیاورده که، هیچی به این نمیگه که چیکار بکنه، همش فقط اون یکی دین که خودمون داشتیم مسلمون بودیم موقع فقط محمد فقط جلال میده، میگه تو تمام 17 رکعت نماز داری میخونی فقط میگی محمد رسول خداست، محمد و آل محمد، همین، چیزی دیگه به این نمیگه که. ولی این اینجوری نیست. ببین خدا چقدر جالب صحبت میکنه. دارم پیدایش 3 از پیدایش 3 دارم میخونم، سقوط انسان واقعا که حالا اون موقع سقوط بود، حالا هم میبینیم مردم همه تو سقوط انسانیت به حدی زیاد شده که اصلا انسان یک آدم ماشینی بی احساس شده. تا 3 رو خونده بودم ولی تا 3 رو همینجوری براتون میخونم. میگه سقوط انسان، مار از همه حیواناتی که خدا وجود به وجود آورده زیرکتر بود. روزی مار نزد زن آمده به او گفت آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان منع کرده است؟ زن در جواب گفت ما اجازه داریم از میوه همه درختان بخوریم بجز میوه درختی که در وسط باغ است. خدا امر فرموده که از میوه آن درخت نخوریم و حتی آن را لمس نکنیم وگرنه میمیریم. ولی مار چی میگه؟ مار میگه گفت که مطمئن باش نخواهید مرد، بلکه خدا خوب میداند زمانی که از میوه آن درخت بخورین چشمان شما باز میشود و مانند خدا میشوید و میتوانید خوب و بد را تشخیص دهید. اینجا بود که دیگه سقوط آغاز شد، اطاعت کردن از شیطان. آن درخت در نظر زن زیبا آمد. وقتی اون تعریف کرد یه صحبت کرد، تا اون زمان اصلا نگفته بود خداوند یه دونه قانون برات گذاشت آقا از این میوه نخور، اون هم گفته بود باشه این میوه رو نمیخور، این همه میوه این همه چیز، حالا خدا اون گفت یکی نخور و همدیگر هم که لخت بودن نمیدیدن چون من اینکه با رو داشتن زندگی میکردن، با رو جسم داشتن ولی با رو داشتن زندگی میکردن، با خدا قدم میزدن، خدا روه. می توانی خوب را از بد تشخیص دهید. آن درخت در نظر زن زیبا آمد و با خود اندیشید میوه این درخت دلپذیر می تواند خوشتم باشد و به من دانایی ببخشد. پس از میوه درخت چید، خورد و به شوهرش داد و اون نیز خورد. از اینجا که قانون خدا رو تخطی از قانون خدا کرد، از اینجا چشماش باز شد. ماره طوری که میخواست گولش بزنه گولش زد، چون خودش سقوط کرده بود. میخواست انسانی که خدا آفریده برای خدا خیلی عزیزه، حتی هر چیزی خدا میآفرید به انسان میگفت، به آدم میگفت که تو اسم بذار برای اینا. اینقدر انسانی که خدا دوست داشت همه چی رو به اون میگفت. مثلا میگفت این لیوان تو بگو اسمش چیه، اون تو بگو اسمش چیه، این درخت تو بگو، این ایوان اسم تو بگو چیه، از اون میپرسید. اینقدر برای خدا عزیز بود و عرض داشت پیش خدا. با خوردن یک خوردن میوه نیست، این نااطاعتیه. یک قانون خداوند گذاشته بود، همین، هیچ قانون دیگه وجود نداشت. آقا فقط از این میوه درخت وسط باغ نخور، همین.
ببخشید میشه افتاد ما داریم حرف میزنیم پیو کنم پس از میوه درخت دلپذیر میتوان خوشتن باشد و به من دانایی ببخشد پس از میوه درخت چید و خورد و به شوهرش داد و او نیز خورد آنگاه چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدند پس با برگای درخت انجیر پوششی برای خود درست کردند تا این موقع نمیدونستن که لختن لخت بودن همدیگر نمیدیدن چون در رو داشتن زندگی میکردن لختی همدیگر نمیدیدن به هیچ وجه چشمانشون تازه باز شد از اون ساعت بدبختی شروع شد از اون ساعتی که چشمشون باز شد به خوب و بد تشخیص دادن این آدم هم یک دونه سوال نکرد آخه زن خدا به این نگفت که از این میوه نخور همون هم سری گرفت خورد عصر همان روز آدم و زن صدای خداوند را در باغ را میرفت شنیدن و خود را لابلای درختان پنهان کردند. خداوند آدم را ندا داد ای آدم چرا خود را پنهان میکنی؟ خدا که همه جا میبینه تو رو که میگی چرا تو رو پنهان میکنی؟ خدا میدونست اینا چی کاری کردن اونتا اینا دیگه شرمسار بودن آدم جواب داد صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم زیرا برهنه بودم چطور تا موقعی که میوه نخورده بودی برهنه بودی اصلا از خدام نمیترسیدی اصلا خجالت هم نمیکشی چون چیزی نمیدیدی در رو داشتی زندگی میکردی چطور شد حالا که میوه رو خوردی صدای پای خدا رو شنیدی فرار کردی از اون ساعت ترس و بدبختی آمد توی انسان ها تا اون موقع هیچ خبری از این چیزها نبود خداوند فرمود چه کسی به تو گفت برهنه ای چون تا قبل از که میبره بخوره که برهنه بود که ولی متوجه نبود برهنه بود آیا از میوه آن درخت خوردی که به تو گفته بودم آن را نخوری؟ چون میدونست خداوند از حکم خدا وقتی تخطی بکنی دیگه اون موقع تشخیص میدی دیگه کار بد انجام دادی شما بچه رو نگاه بکنیم بچه که دنیا میاد بعد یک سال دو سال میشه مثلا یه ذره زبون میاره صحبت میکنه مثلا بهش میگی مثلا بچه جان اونو تو برداشتی کسی بهش یاد نداد که دروغ میگه نه میگه بابا الان من دیدم نه میگه نه من برداشتم در دروغ میگه در ذات انسان ها اون دروغ آدم اومد در ذات تمام انسان ها دیگه از اون ساعت کلک و دروغ همه چی تو انسان ها اومد آدم جواب داد این زن که یار من ساختی از آن میوه به من داد و من هم خوردم همش میخوایم بذاریم تقصیر سر یه نفر دیگر خب این که بهت داد چرا تو خوردی؟ تو که میدونستی خدا بهت گفت این نخور از این میوه نخور حالا این همه میوه بود حتما باید این میوه هم میخوردی؟ آنگاه خداوند از زن پرسید این چه کاری بود که کردی؟ آها الان زنه اینجا میندازه سر یه نفر اون فر ببین الان چیو ببین اصلا از خدا الان طلبکار اندازه میشه میگه زن گفت مار مرا فریب داد پس خدا به مار فرمود به سبب انجام این کار از تمام حیوانات وحشی و اهلی زمین ملعونتر خواهی بود میگه همیشه دیگه از این دفعه اون موقع حتما مار دست پا داشت گفت دیگه باید روی خاک به خزی تا را بری حتما مار دست پا داشت دیگه میگم که این تا خدا بهش گفت که چرا از این خوردی از اون در جا گفت بابا این ماری که تو آفریدی به من داد من فریب داد آدم مثلا میخواد تقصیر این زنی که تو به من دادی به من فریب داد میبره به من داد من خوردم همش میخوایم تقصیری بذاریم سر یه نفر دیگه آقا خود من فکر دارم خود من بالاخره تشخیص میدم یه چیزی رو
یه نفر که یه کار بدی داره میکنه باره با هم میده، منم تشخیص میدم، وجدان دارم، میدونم چی به چیه بد و خوبه. نه میندازیم تقصیر، کار انجام میدیم میندازیم تقصیر کسی دیگه. ببین زن نیز بین نسل و بین تو، زن نیز بین نسل تو و نسل زن خصومت میگذارم. نسل زن سر تو را خواهد کوبید و تو پاشینه وی را خواهی زد. یادتونه که عیسی مسیح دنیا آمد، از باکره مریم دنیا آمد، اونجا بود که خداوند داشت وعده میداد برای هزاران سال بعد، وعده میداد که همین انسان سر تو رو میکوبونه و تو پاشینه اون میزنی. آنگاه خداوند به زن فرمود درد زایمان تو را زیاد میکنم و تو با درد فرزند خواهی زایید. با درد فرزند خواهی زایید، مشتاق شوهرت خواهی بود، او بر تو تسلط خواهد داشت. تا اون موقع کسی به کسی تسلط نداشت، کسی به کسی امر نهی نمیکرد. از این ساعت دیگه خدا میگه تو درد زایمان زیاد میشه و مرد بر تو تسلط خواهد داشت، چون مرد فقط نوناور خونه است، باید بره عالم میگه بهش. سپس خداوند با آدم فرمود چون گفته زنت را پذیرفتی و از میوه آن درخت خوردی که به تو گفته بودم آن را نخوری، زمین زیر لعنت قرار خواهد گرفت. یعنی زمین زیر لعنته، حالام زمین زیر لعنته. مالک زمین خداست، ولی سرغفلیه که انسان داشت داد به شیطان. به خاطر همون میگن که این فرمانده فعلا زمین شیطانه، ولی تو به خون عیسی مسیح ایمان بیاری، شیطان هیچ غلطی نمیتونه در زندگیت بکنه، به هیچ وجه نمیتونه هیچ کاری بکنه، چون خون عیسی مسیح تو رو کاور میکنه، تو رو میپوشونه و شیطان هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون در محافظت خون عیسی مسیح هستی. به خاطر همون الان مسلمونا چون زیر خون عیسی مسیح نیستن، که چون از رای خدا منعرفن و خودشون هم ناخواسته منعرفن، نمیدونن، واقعا فکر میکنن خدا رو دارن پرستش میکنن، در صورتی که بت الله رو دارن پرستش میکنن، بتی که در کعبه است، اونجا بتخانه بود و پدر محمد عبد اون بتخانه بود. همه این انسان ها به خصوص مسلمان ها نمیرن نمیخونن نیچی رو که بدونن که واقعا به چی ایمان دارن، فکر میکنن واقعا دارن خدا رو پرستش میکنن، در صورتی که نیست. از زمین خار و خاشاک به آدم میگه و تو تمام ایام عمرت با رنج و زحمت از آن کسب معاش خواهی کرد، از زمین خار و خاشاک برایت خواهد روید و گیاهان صحرا را خواهی خورد، تا آخر عمر با عرق پیشانیت نان خواهی خورد. یعنی باید اینقدر اون موقع داشتی برات حال میکردی تو اون بهشت، الان اینقدر کار بکن که معذرت میخوام دیگه چی باید بشه اونو دیگه خودتون میدونین چی چی در بیاد. چی گفت؟ الان برو دیگه خودت کار بکن، الان از الان کار بکن، بیا چی برو کار میکن، نگو کار چیست که سرمایه جاویدانیست کار. از آن گرفته شدی، زیرا تو از خاک سررشته شدی و به خاک هم بر خواهی گشت. اون موقع میتونستی دیگه مادام اون با خدا زندگی بکنی، به راه بری، ولی الان دیگه یک عمر کوتاهی بهت میده، دیگه باید زحمت بکشی، با زحمت نون بخوری، از اون بهشت هم بیرونت کرد. آدم زن خود را حوا یعنی زندگی نامید، چون او میبایست مادر همه زندگان شود. مادر همه زندگان حواست که زایید امرو.
خداوند لباسهای از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشانید. آقا این آدم میوه رو گرفت در جا خورد، نپرسید. آقا یک لحظه میگم این آدم فکر نکرد که آقا این خدا گفت از این میوه نخور، تو چرا چیدی این میوه رو؟ نه من نمیخورم. خدا لاقل بیاد اینجا یه کاری بکنه براشون. در جا گرفت خورد، این همه میوه داشت. آدم شکمویی بود اتمن. سپس خداوند فرمود حالا که آدم مانند ما شده است و خوب و بد را میشناسد، دیگه الان خوب و بد هم میشناسی، دیگه الان برو کار بکن ببین چی خبره، نباید گذاشت از میوه درخت حیات نیز بخورد. چون یه میوه رو خورده بود، میوه حیات رو نخورده بود. اگه حیاتی میخورد همین بدبختی تا آخر عمر زنده میمرد، بعد دیگه نمیمرد، بعد تمام این بدبختی و بیچارگی انسان ها هم دیگه رو میخوردن. بخوره و تا ابد زنده بماند. بیزان اون درخت رو خداوند محافظت کرد که دید نره از درخت حیات بخوره. اگه اونم میخورد دیگه باعثی مادام اون زنده میبود، همین بدبختی بیچارگیره همینجوری بیکشیدیم، کسی دیگه نمیمرد. پس خداوند او را از باغ عدن بیرون را تا برود و در زمینی که از خاک آن سرشته شده بود کار کند. برو بیرون الان ببینم چی میخوای بکنی. یه دفعه دید او تو بیابانه، توی اصلا دیگه اون بهشت، اون دیگه اون درخت ها هیچی وجود نداره. ای خدا چیکار بکنم الان، بزنم تو سر خودم. همش اینجوریه، ما یه کار انجام میدیم پشیمون میشیم، بعد میگیم خدایا چیکار بکنم الان. هیچی، قبل از که اون کار رو بخواستی بکنی یه ذره فکر میکردی، یک ذره قبل از که کاری که اشتباهی بکنی. بدین ترتیب او آدم را بیرون کرد و در سمت شرقی باغ عدن فرشتگانی قرار داد تا با شمشیر آتشین که به هر طرف میچرخد رای درخت حیات را محافظت کند. اینم از آدم که انسانیت، سقوط انسانیت از آدم و حوا تا به امروز که همه شاهدین. مردکه سوریه، بشار اسد، این همه آدم، 5 میلیون آدم آواره کرد، این همه زن و بچه رو کشت، یک ذره وجدان نداره. شما نگاه بکنین، حالا اومدن به جون همدیگر افتادن، همدیگر ببین تمام. من رفتم قبلا 25 سال پیش من رفتم سوریه، سوریه خیلی خوشگل بود، تمام اون شهرها از بین رفت، فقط یک بی اطاعتی آدم از اون پیدایش اول تا حال. میگم که همش میخوایم ما برای خودمون کار بکنیم. آخه بگو آقای اسد تو چی میخوای بکنی؟ چقدر عمر میکنی؟ 80-90 سال بیشتر عمر میکنی؟ کشور خودت نابود کردی، بیگانه ها رو آوردی تو کشورت. اینی نشه فردا ملت ایران دیر بشه همین بیگانه ها بیان تو کشور ما، کشور ما رو خراب بکنن. ما هر وقتی به شوروی قبلی، روسیه حال چسبیدیم، کشور ما تیک پاره شد. اعنامه گلستان یادتون نره، اعنامه ترکمنچان یادتون نره، از ما همین شوروی قبلی روسیه الان گرفت، الان هم دریای خزر از ما گرفت داد به کسای دیگه. اینا این کشور خوبیه که ما بهش تکیه بکنیم؟ از این نامردتر، از این بیوجدادتر کشوری وجود داره؟ هر کس به این چسبید بدبخت شد، مثل کره شمالی. ببین چی بدبختی داره میکشه. ایران ما هم همونجوری داره میشه. الان هم تبل مذاکراتی میزنی، اینا هم حرفه. ترامپ باور بکن با اینا مذاکره نمیکنه. اونا میبینن که مذاکره نمیکنه، میگه نه خیر، ما اصلا این ظریف از فرانسه اومد توی ایران فقط دروغ داره میگه، هیچ کس اینو تحویل نگرفت. ماکرون با این صحبت که هیچ کس اینو تحویل نگرفت، اومد اونجا گفت نه، با من گفتن که با ترامپ صحبت بکن، من گفتم نه تا آقا اجازه نده. در صورتی که خط خامنه ای هم داشت، با این از قبول نکردن.
مکرون هم اینقدر داره سنگ به سینه این میزنه که آمریکا رو با ایران آشتی بده به خاطر اینکه نفت ما رو مجانی بخره، که اینا آشتی بگنن بگه ببین من شما رو آشتی دادم که تحریم برداشتی، حالا نفت رو به نصف قیمت باید به من بدین، بشکه 60 دلار بده با آقا 30 دلار. فکر میکنی سنگ به سینه ملتی ایران داره میزنه یا برای ایران داره سنگ به سینه میزنه؟ نه، داره به خاطر خودش که نفت مفت بخره از ما. ما ملت ایران آگاه نیستیم، ما ملت ایران بی خیالیم. این هم امروز سقوط انسان از موقع آفرینش. یک دونه خدا براش حکم قانون گذاشته بود، یک دونه، نه شریعتی وجود داشت نه یک قانون، گفت بود آقا از این میوه نخور، خیر سرش میخواست اون میوه رو بخوره بینه چی خبره. میوه میوه بود دیگه، شیطان هم از این فرصت استفاده کرد. حالا هم همینجوریه تو ایران، شیطان از هر فرصتی استفاده میکنه که زندگی های ما رو خراب بکنه، شیطان از هر فرصتی استفاده میکنه که کشور ما رو نابود کنه توسط همین آخوندا که فرمانبری از شیطان میبرن، فرماندهشون شیطانه. اینا خدا رو پرستش نمیکنن که، اینا فقط اگه خدا رو پرستش میکردن، اگه اینقدر دم از خدا پرستی میزنن 200 میلیارد آقا یک حسابش فقط اسمش آدم یادش میره، همین خامنه ای، کشوری که یه دختر در قطار میاد گل میده به مردم، گل، روز صلح و آشتی دوستی بود داشت گل میداد به مردم، سه نفر گرفتن 55 سال حبس کردن. به خاطر چی؟ به خاطر که یه گل میده به مردم. این کشوره، این قانونه، شما میخواین در این قانون در این کشور زندگی بکنین؟ با فرار کردن هم حل، هیچی حل نمیشه. عوضی که میلیون ها آدم فرار بکنیم بیایم، همون میلیون ها 40 میلیون بیاین بیرون، فقط نه حرف بزنین نه هیچی، فقط بگین آقا من مخالف شما هم، همین، بیم اونا فرار میکنن یا نه. بهتون قول میدم یک ساعت هم روی حکومت نمونن. اینه زندگی ما، همینی که امروز خوندم، به یک بادی گول میخوریم، به یک بادی حرف باور میکنیم، اینقدر رفتیم بت پرستی و دیگه مجسمه پرستی و بارگاه پرستی و از خدا دور شدیم که زندگی ما هم نابود شد. حالا اونایی که به مسیح ایمان آوردن تو ایران، اگه به طور اونا خوردی ببین زندگیشون چقدر تغییر کرده. هر روز دارن تلفن میکنن تو این تلویزیونا، میگن که از اون روزی به عیسی مسیح ایمان آوردن چی شد. دختر 15 ساله به عیسی مسیح ایمان میاره، مادری که پدری که اصلا مسلمون هم اونجوری نبودن، همجوری عشقی مسلمون بودن، دیدن که دخترش به مسیح ایمان آورده، سر مخالفت گذاشتن دخترش، دعوا فلان که برو بریم پیش یه آخوند، تو تا دیروز آخوند قبول نداشتی که، بریم پیش یه آخوند توبه بکن برگرد. دختر به عیسی مسیح ایمان آورده و هیچ رای بدی در زندگی دیگه نمیره، نه دروغ میگه، نه رای کج میره، نه کسی رو اذیت میکنه، نه دل کسی در میاره، اومده تو خانوادهش با مهربانی و با محبت با مادر پدرش صحبت میکنه، براشون کار انجام میده. خیلی دختر اصلا 180 درجه فرق کرده. آیا این بده بیاد به مسلمون بشه دوباره همون کلکای اسلام رو بزنه برای شما؟ تجاوز، دروغ، نمیدونم کلک، خوب اینجوری خوبه؟ دختر 15 ساله عوض شده، دختر خوبی شده، تو میخوای اینه ببری پیش یک آخوند شیطان که از شیطان دستور میگیره؟ کارش دزدی و شرارت و غالتاگیری و
مردم آزاری و کشور نابود کردن و این چیزاست بخوای ببری پیش اون؟ میگم که ما حاضر نیستیم دو صفحه کتاب بخونیم تا بفهمیم حقیقتا تو این کتابی که قبول داریم دینشو چی نوشته توش. این دختر که 15 سال برگشته عوض شده، اخلاقش عوض شده، مهربان و با محبت و خوب شده، آیا من این دختر دوباره برگردونم که برگرده همون اخلاق گندی که قبلا داشت، کلک میزد به مردم، دوباره برگرده به اون طرف؟ به کی ایمان آورده؟ به پیغمبر ایمان آورده که تو ایمان داری که پیغمبر اول رزمه، به همونی که تو قبول داری ایمان آورده و زندگیش عوض شده، دختر عوض شده 180 درجه. کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره عوض میشه. کسی که به عیسی مسیح ایمان میاره حقیقتا عوض میشه. واقعا گوش بکنین این کلمه رو بگیرین. کسی که به عیسی مسیح ایمان میآورد زندگیش عوض میشه، خودش عوض میشه، آدمی میشه که اصلا 180 درجه فرق میکنه، دیگه اون آدم قبلی نیست. این بده که یک انسان خوب بشی، انسانی که بشی بهت بگن انسان عالی، نه سقوط انسان از آدم اول تا حال، بدون احساس، بدون محبت، بدون هیچ فکری برای خوشی زندگیش داشته باشه، برای برنامه زندگیش داشته باشه، فقط میخواد روز بگذره بره با سختی، با ناراحتی. امروز بیا به این عیسی مسیح ایمان بیار، ببین زندگیت اگر عوض نشد زنگ بزن به همین تلویزیون بگو آقا تو گفتی من به عیسی مسیح ایمان آوردم بدتر شدم. خودت زنگ میزنی میگی آقا واقعا من به عیسی مسیح ایمان آوردم، زندگیم این رو اون رو شد. نمیخوای زندگی خوبی داشته باشی؟ شیطان کارش همینه. الان پیدایش سر خوندم، سقوط انسان، کارش فریب دادن انسان هاست که تمام حواس تو، زندگی تو، همه چی رو بگیری که تو زندگی خوبی نداشته باشی، چون خودش سقوط کرده. خداوند از اون بهشت، از اون آسمان این انداخته پایین با میلیاردا فرشته هایی که نافرمان بودن. زندگی نباشه که دیر بشه، لحظه‌ای غافل بشی. الان مانوک خدا بخشیان که مفسر خوب سیاسی ورزشی همه چی بود، شنیدم که مریض در بیمارستان خوابیده. دعا میکنم به نام عیسی مسیح که هرچی زودتر این مرد خوب بشه و با مردم بیان از تحلیلهای سیاسیش استفاده بکنن. انسان روز به روز باید عوض بشه، نبره روی انسان باید بشه، نبره دوباره از معذرت میخوام ببخشی از حیوان بدتر بشه. بیایم آزمایش بکنیم، امتحان بکنیم، خودمونو بسازیم، بیایم واقعا یاد بگیریم. بعضی موقع محبت انسان ها از این حیوانات باید یاد بگیرن. این سگ ببین چقدر وفادار به صاحبشه، هر کاری برای صاحبش میکنه، حتی جون خودشو میذاره. ما بعد سگار اسید میزنیم بهشون تو خونشون که بمیرن، یا میبینیم با چوب میزنیم، با سنگ میزنیم به ایوونا رو داغون میکنیم. شنیدم شهر، تو شهر لاهیجان شهرداری، واقعا آفرین بر شما مسئولین شهرداری لاهیجان، افتخار میکنم که سگای ویلگرد رو جمع کردین به اونا رو رسیدگی میکنین. دست شما در نکنه، برکت خدا با شما باشه.
امروز بیایم به عیسی مسیح ایمان بیاریم، به این عیسی مسیح که در انجیل تعلیماتش هست بیاین، به این عیسی مسیح ایمان بیارین تا زندگیاتون عوض بشه. بگو یا عیسی مسیح، من گناهکارم، میدونم که گناهکارم، امروز ایمان دارم که تو به خاطر من روی صلیب رفتی، جان خودت دادی، خون خودت ریختی تا گناهان من پاک کنی. به قلب من گناهکار بیا، به گناهان من ببخش، به زندگی منو در دستای خودت بگیر، به زندگی منو عوض بکن تا اون آرامش الهی که خدا میخواد در زندگی داشته باشم به من بدی. تو رو شکر میکنم و در نام پدر به پسر به روح القدس میطلبم. آمین. همین. بعدن انجیلم برین توی سایدای مسیحی، هر جا که دوست دارین بخونین. کارگردان ما نوشته سیاست اشپتکایه، تمام شد. باشه آقا، واقعا سیاست اشپتکایه، ما با سیاست کار نداریم، با خدا، کلام خدا کار داریم. میگه میرزا قشمشم سیاست اشپتکایه، تو چی دنی چپ چیسه و راست کوی دن رایه، ایب چی آیسته بوشو انتی سلایه، تو بغل پچی غناد دست بنجه سوایه، غناد ما خود عیسی مسیح آسمانیه. واقعا دست پنجه عیسی مسیح روی سر ما، خانواده ما باشه، زندگی های ما تغییر میکنه. شکر بر نام خدای پدر که عیسی مسیح به خاطر گناه های من تو فرستاد روی صلیب، بری خونش بریزه تا گناه های ما پاک بشه. دوستتون دارم. مرسی که به برنامه ما رو نگاه کردین و هر هفته کلام شیرین خداوند رو برای شما میارم تا همه ما از کلام خداوند استفاده بکنیم. مرسی که ما رو نگاه کردیم. بدرود تا درود دیگر.